با سلام مجدد به شما بینندگان تلویزیون کانال جدید، من حامد جمالی هستم، بیننده بخش سوم خبری امروز در برنامه رویدادها هستید. امروز پنجشنبه 3 شهریور 1401 برابر با 25 اوت 2022. ابتدا اجازه بدید نگاهی بکنیم به مهمترین اخبار امروز. فرهاد فهندش پس از تحمل 10 سال حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. سازمان عدالت برای ایران از عطاالله مهاجرانی به دلایل تشویق به تروریسم و توزیع محتوای تروریستی به پلیس ضد تروریسم بریتانیا شکایت کرد. مسئولان زندان سمنان مریم اکبری منفرد را به دلیل نپوشیدن چادر مورد ضرب و شتم قرار دادند. ابراهیم رئیسی درباره پرونده فولاد مبارکه گفت هر گونه سخن یا اقدامی که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود خط قرمز دولت است. و روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد روسیه شروع به استفاده از پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین کرده است. علی‌رغم اینکه بازی‌های لیگ برتر این فصل بدون تماشاچی تا به حال برگزار شده، حضور زنان در بازی استقلال و مس کرمان قطعی شده بود و تیم فوتبال استقلال در هفته سوم لیگ برتر ساعت 19 امروز پنجشنبه 3 شهریور در ورزشگاه آزادی در حالی به مسافه مس کرمان رفت که این بازی با حضور هواداران زن و مرد برگزار شد و 500 صندلی استادیوم آزادی به زنان اختصاص داده شده بود. قرار بود هواداران زن در جایگاه شماره 5 ورزشگاه آزادی مستقر بشن. برای اونها پارکینگ جداگانه در نظر گرفته شده و از درب شرقی استادیوم آزادی وارد ورزشگاه شدن. در مورد این موضوع با شیرین شمس از مؤسسین و مسئولین انقلاب زنانه گفتگو خواهیم کرد. ضمن خوش آمدگویی به شما شیرین شمس، پرسش اول من اینه که امروز در ورزشگاه آزادی زنها حضور پیدا کردن، این اتفاق رو چطور ارزیابی میکنی؟ تأثیر اون رو در جنبش رهایی بخش زن چطور میبینید؟ شیرین شمس، فکر میکنم که شما صدای من رو نداشتید. بسیار خوب، منم سلام میکنم، امیدوارم صدای من رو داشته باشید. به شما حامد و همچنین بینندگان تلویزیون کانال جدید، در رابطه با سوالی که پرسیدید، خب این به نظر من امروز یک اتفاق بسیار بسیار تاریخی افتاد و این بود که برای اولین بار زنان تونستن در بازی‌های لیگ حضور پیدا بکنن در استادیوم آزادی، در یکی از ورزشگاه‌های ایران، در یکی از اماکن عمومی که سال‌های سال محروم بودن از اینکه بیان در این استادیوم‌ها بشینن و بازی‌های لیگ رو تماشا بکنن. در مجموع این اتفاق، گرچه 500 زن تونستن شرکت بکنن، یا گفته شده بود که از به هر حال اون ورزشگاه به اون بزرگی 500 صندلی به زنان اختصاص داده میشه، اما به نظر من یک پیشروی برای جنبش رهایی بخش زن بود و یک بی‌آبرویی و شکست برای جمهوری اسلامی، برای حکومتی که سالهای سال درهای استادیوم رو به روی زنها بسته بود، زنها رو کتک زده بود پشت همین درهای استادیوم آزادی، به زندان انداخته بود، جرمای سنگین برای اونها بریده بود و خیلی از این زنان حتی مجبور شدن ایران رو ترک بکنن و زنانی مثل سحر خدایاری زنانی بودند که تصمیم گرفتن به زندگی خودشون پایان بدن به خاطر اینکه تحمل این حجم از تبعیض جنسیتی و این حجم از ستم بر زن رو نداشتن. امروز روز تاریخی بود و مخصوصا شکلی که زنان حاضر شدن در استادیوم آزادی به نظر من برخورد کاملا سیاسی و مسئولانه ای داشتن و نشون دادند که جنبش زنان با مبارزه مستمر، پیگیر و قوی تونست این حکومت رو به زانو در بیاره و درهای استادیوم رو بشکنه، استادیومی که حکومت جمهوری اسلامی با آیت الله های مفت خورش اجازه نمیداد زنان وارد استادیوم بشن، با سپاه و با دستگاه قضایی و با گشت ارشاد و با نیروی انتظامی نمیذاشت زنان وارد استادیوم بشن، اما این زنان بالاخره وارد استادیوم شدن، فریاد دادخواهی سر دادن. اینکه امروز فریاد میزدن دختر آبی دختر آبی، میگفتن ما ادامه دهنده راه سحر خدایاری هستیم و ما اینجا هستیم که
پیام خودمون رو به دنیا برسونیم که ما به یاد تمام کسایی که در این مسیر قربانی شدن هستیم. و همچنین فریاد می‌زدن وریا غفوری، صدای وریا غفوری بودن که به خاطر حمایت از اعتراضات مردم علیه گرانی، علیه فقر و علیه تورم ممنوع شد از اینکه در تیم استقلال بازی بکنه. این زنان امروز رفتن و حرکت سیاسی انجام دادن و یک تودهنی به جمهوری اسلامی بود. به نظر من زنان به معنای واقعی پرچم رهایی زن رو امروز بلند کردن، پرچم دادخواهی رو بلند کردن و پرچم اعتراض مردم علیه وضع موجود. بله، شیرین شمس اجازه بدید اینجا با هم بریم تصاویری از همین بازی استقلال و مس کرمان که شما بهش اشاره کردید ببینیم که شعارهایی به یاد دختر آبی و در حمایت از وریا غفوری داده میشه. بله، تصاویر رو دیدیم با هم. اینجا فرصت کوتاهی هم است که یه نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بندازیم. به توییتر سر می‌زنیم. کاربری نوشته دختران آبی را بالاخره راه دادند وقتی که دختر آبی دیگر نبود و تصویری از حضور زنان امروز در استادیوم منتشر کرده. کاربر دیگه می‌نویسه حالا جدای از اینکه استقلالی هستم دلم می‌خواست امروز استقلال ببره، دختر آبی با بقیه خانوما تو استادیوم بود، نمیخواستم سرخورده از استادیوم بره، این تیم مال دختران آبیه. و کاربر دیگه ای مینویسه برد امروز استقلال تقدیم به دختر آبی که به خاطر قوانین احمقانه و آزادی های پیش پا افتاده که جمهوری اسلامی از همون گرفته خودسوزی کرد. اگر امروز بودی میتونستی بازی تیمت رو ببینی و از این برد خوشحال باشی. به شما برمیگردم شیرین شمس. پرسش بعدی من اینه که به نظر شما این تصمیم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای ورود زنان به استادیوم از چه جنبه‌هایی قابل بررسی هست؟ بله، ببینید جمهوری اسلامی خب قبلا هم تحت فشار فیفا قرار گرفته بود و تلاش کرده بود که فیفا رو دور بزنه با ثبت نام کردن یا مثلا وارد کردن زنان بسیجی و تحت عنوانی که امروز در شبکه‌های اجتماعی همه تحت عنوان فاتی کماندو ازشون صحبت میکنن، بخواد بگه که بله زنان وارد استادیوم میشن، ولی این بار موفق نشد این کار رو انجام بده و همین شعارهایی که امروز سر داده میشد و همین فریاد وریا غفوری، فریاد دختر آبی نشون داد اینها زنانی هستند که جمهوری اسلامی هیچ رابطه‌ای در واقع با اونها نداره و اینها با جمهوری اسلامی رابطه‌ای نداره، اینها زنان در جامعه هستند که بالاخره تونستن وارد استادیوم بشن. از این جهت نشون میده که فشار داخلی، فشار بین المللی و فشاری که اخیراً نامه‌ای که اخیراً فیفا نوشته بود، افشاگری‌هایی که شده بود در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه فیفا رو دور بزنه، کاری کرده که جمهوری اسلامی وادار بشه درهای استادیوم رو باز بکنه. اما اقداماتی که انجام داده بود، شما هم گفتی پارکینگ جداگانه، مسیر جداگانه، راهروی جداگانه، تونل جداگانه، بوفه جداگانه، کارهایی بوده که جمهوری اسلامی تلاش کرد برای اینکه زنان و مردان رو از هم جدا بکنه و حتی انسیای خزعلی معاون ابراهیم رئیسی گفته بود طوری زیر ساختار رو انجام دادیم که مردان صدای زنان رو نشنون. از این اقدامات جمهوری اسلامی انجام داده بود و امروز یکی از مقامات فدراسیون در حضور
در ورزشگاه گفته بود امیدواریم که زنان حجاب و عفاف رو رعایت بکنن که باز هم بتونن حضور داشته باشن. اما این تناقض رو با واقعیت جامعه نشون میده، اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده تناقض رو با عملکرد زنان نشون میده. بسیاری از زنانی که در این امروز در بازی شرکت کرده بودن، اون حجاب و عفافی که جمهوری اسلامی مد نظرش هست رو رعایت نکرده بودن. اون صدایی که MCA خزعلی گفته بود ما زیرساخت‌هایی رو گذاشتیم که صدای زنان به مردان نرسه، این صدا امروز به کل ایران رسید. زنانی که فریاد دختر آبی سر دادن، فریاد وریا غفوری سر دادن. بنابراین کاری که جمهوری اسلامی کرده تلاش‌های مذبوحانه و شکست خورده ای هست در این زمینه و این تناقض با این حکومت هست و این حکومت نمیتونه با اسلحه، با قانون، با دور زدن فیفا، با ممنوع کردن، با هر اقدامی که نمیتونه از پس جامعه و در صف مقدم زنان بر بیاد. امروز زنان در صف مقدم اعتراض جواب جمهوری اسلامی رو دادن و تمام تمهیداتی که جمهوری اسلامی، حتی تمهیدات امنیتی زنانی بودن که یونیفرم نظامی امنیتی داشتن، وقتی زنان وارد استادیوم میشدن اونها رو چک میکردن، نمیتونه جلوی موج عظیم مبارزه زنان رو بگیره. بله شیر شمس، پرسش آخر من اینه که به نظر شما در دوره پیش رو چطور باید این دستاوردها رو بست و گسترش داد؟ بله، کاری که باید بکنیم این که این 500 زن باید در بازی‌های بعدی بشه 1000 زن، بشه 2000 زن، بشه 3000 زن، بشه 4000 زن و ما بتونیم تعداد بیشتری از زنان رو وارد استادیوم‌ها بشن و ببینیم که این اتفاق میفته. امروز زنان قابل توجهی، شمار قابل توجهی از زنان پشت درهای استادیوم بودن. این درها باید به روی زنان بیشتری شکسته بشه، این درها باید توسط زنان و مردان بیشتری در هم کوبیده بشه. به نظر من تعدادی هستن الان در شبکه‌های اجتماعی ورود همین 500 زن به استادیوم رو گفتن تحریم کنید، ما نمیریم، این خوب نیست، ما سهم برابر. دقیقاً درسته، ما باید سهم برابر داشته باشیم از استادیوم‌ها، اما ما با تحریم کردن و نرفتن نمیتونیم جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. ما با مبارزه مستمر و اعتراض و پافشاری و استمراره که میتونیم درهای استادیوم رو بیش از پیش در هم بکوبیم. نه فقط استادیوم آزادی، همه استادیوم های تهران، استادیوم های همه شهرهای ایران باید با مبارزه مستمر، متشکل، اصرار، پافشاری و همراهی مردان صورت بگیره و باید فشارهای بین المللی بیشتر بشه، فشار فیفا باید بیشتر بشه. ما از فیفا میخواییم که برخورد جدیتری با جمهوری اسلامی داشته باشه. از طرف انقلاب زنان هم بارها و بارها به فیفا نامه نوشتیم، فیفا رو مجاب کردیم که برخورد جدی داشته باشه و حتی بایکوت ورزشی بکنه جمهوری اسلامی رو. ما باید در عرصه بین المللی فشار بیشتری به جمهوری اسلامی بیاریم، در عرصه داخلی هم باید مبارزه رو مستمر ادامه بدیم و پافشاری کنیم برای در هم کوبیدن همه درهای استادیوم ها و سهم برابر زنان در استادیوم ها. بله، سپاسگزارم از شما شیرین شمس که در برنامه رویدادها شرکت کردید. بینندگان تلویزیون کانال جدید، از شما دعوت میکنم که اخبار و گزارشات رو به صورت صوتی، تصویری یا نوشداری از محله و شهر خودتون از طریق شماره های تماس برای ما ارسال بکنید. به پایان بخش سوم برنامه رویدادهای امروز میرسیم. تا دقایق دیگر در بخش چهارم برنامه رویدادها همراه ما باشید.